و من امیدوارم که شما جوانها با وحدت اراده و با وحدت عمل بدون این که با هم اختلافی بکنید همه یک صدا باشید و پشتیبانی از این نهضت بکنید که این نهضت به نفع مملکت شما، به نفع خود شما و تبلیغاتی که در اطراف این مسائل میشد، این تبلیغات همه تبلیغات شاهانه است، این که اسلام نمیتونه دیگر اداره بکند، مال 14 قرن بیشتر پیش است، اسلام دیکتاتوری دوم است، اسلام نمیتوند که حاجات فعلی مردم را برآورد، اسلام دعوت به ارتجا میکند. از این مسائلی که دیگر کوک نشدن یا اینا دیگه کوک نشدن، در 20 سال پیش از این ممکن بوده کسی یه چیزی بگه، ولی که حالا دیگه کنه شده. همین آهایی که ارتجا سیاه میگفت و عرض میکنم که دوشه غیر مبارک ارتجا سیاه و چیز سر اینها دارن مملکت را چه میکنن، حالا آمده دستش را دراز کرده که مراجع ازام روحانیان اعلام بیان و با من کمک کنن که من این جنایات را توسعه بدم و زیادش کنم و ادامه شده. جزید میشون این دوستان این حرف ها کوه نشده. اسلام اون اسلامیست که در نیم قرن فتح کرد تمام این ممالک را برای اینکه آدمش میکند، نه فتح اسلام مثل فتح سلطنت های سلطان های دیگر این فتح نادرشا هست. اون طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدم سازی است. شما خود رؤسای اسلام را باید ملاحظه کنید، مثل پیغمبر اکرم که رئیس اسلام است، امیرالمومنین که بعد از رئیس اسلام بود، شما خود اونا را ببینید که وضعشون چجوری بوده، دیکتاتوری بوده. پیغمبری که با مردم دیگه وقتی می نشست معلوم نبود که آقا کدوم است، نوکر کدوم است، و از می کنم که اصحاب کدوم است، خود پیغمبر کدوم است. اون حاکم که زندگیش یه پوست داشت اینجا، سوارش دکتای زن و شوهر میخواب بیان تحجه فهمی باشد و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما و روزا علف سطور سبوش میرفتن که علف بخورد. این بارگاه تخت و بارگاه حلا حضرت سلطان کار میکرد مثل سایر عمله ها کار میکرد، پینه داشت این جای دست، این جای دست ها پینه داشت، نه کار میکرد که جمع بکند، کار میکرد و وقت میکرد. همون روزی که باش بیعت کردن بیل کلنگش را برداشت در سراغ کاری که انجام میداد، اونجا یه چشمه را میخواست حرف کند، خودش با دست خودش حرف کرد. وقتی در آمد تبریک هستی کن کنید تبریک را برای ورثه بگو، بیار قلم و کاغذ، قلم و کاغذ. همون وقت وقت کرد برای یه جهت بیرم زندگی و خوراکش که از نان جو نگذشت، بالاتر نبود، اونم چند تا لغمه اینقدر. ما یه همچه حاکم دنبال این میگردیم پیدا نمی کنیم. البته خودشون هم فرمود که خب شما طاقت ندارید اینقدر، لیکن تقوا داشته باشید. ما دنبال یه حاکم تقوادار، تقوای سیاسی لاقل داشته باشید. نخورد مال این ملت را، هدر نداد مال این ملت را، به دنبال این میگردیم. ما میگیم حکومت اسلامی میخوان یک حکومتی باشد که یه قدری شبیه باشد به این حاکمای ما. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آین از این میترسن؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون را. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حضلش کرده، یک ظلم بکند، یک سیری به بزنه، ظلمن
اسلام روز ارزش داره، این دیگه قابلیت از برای حکومت نداره. این دیکتاتوری حکومت قانونه، قانون خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت. اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از این پیش قاضی میرد و یه حاضرش میکنه، بگنم حاضر میشه فرانچه شد از فهمید این کار کرد. من یه همچه حکومتی میخوام، حکومت قانون. در این صورت اول شما را تایید کند، موفق باشید، همه با هم باشید. آقا اگر چنانچه متفرق بشید کاری از پیش نمیبرید، یکی یکی کاری از پیش نمیبرد، همه با هم مجتمع. یاد الله مع الجماعه.